سلام و درود به شما و به همه مادران و خانواده های داغخواه در سراسر ایران زمین. به شکوه و قدرت دست های همه بازماندگان و خانواده های دادخواه خاوران و قبر های بینامونشان شهیدان تا شهدای آبان خونین 98 و شهدای قیام 1401. همچنان رها از قید بردگی و بندگی در یک دیگر حلقه می شویم. نام شهیدانمان را یک به یک به بانگ بلند می خوانیم و علیه فراموشی قد علم می کنیم. جاوید نام علی فتوحی، جاوید نام مهداد ماهیفر، جاوید نام حسین شکری، جاوید نام حمید زاروحی. جاوید نام نوید افغانی. با درود به این مادران شجاع که مرگ ظالمان رو فریاد میزنند. به نظرات شما میپردازیم. کاربر اول با یاد سارو قهرمانی شهید دی 96 و فشارهایی که بر خانواده او آوردن مینویسه. سارو قهرمانی که ناناور خانواده بود رو به قتل رساندند و از پدرش اعتراف اجباری گرفتند. مادرش بارها بازجویی شد اما او تن به اعتراف اجباری نداد. تمامی فرصت‌های شغلی را بر مادر بستند تا چنان درگیر فقر شود که دادخواهی را از یاد ببرد. اما او ایستاد تا دی 96 زنده بماند. بله، کاربر بعدی مادران را کابوس ابدی رژیم خونده و می‌نویسه مادران دادخواه کابوس رژیم پلید آخوندی با سرکوب و زندان و احکام شلاق و غیره نمیتونید صدای دادخواهی رو خاموش کنید. کارهای رژیم برای خاموش کردن صدای دادخواهی رو کاربر بعدی برشمرده و مینویسه جمهوری اسلامی معترضان و مخالفان خود را میکشد، اجساد آنها را تحویل نمیدهد، اجازه برگزاری مراسم به خانواده ها نمی دهد. اونها را تهدید، بازداشت و به جرم دادخواهی محکوم به حبس می کند. یا همچون مادر بزرگوارمان صدیقه تورانی آنها را به قتل می رسند. کاربر دیگه ای به اعتراضات و مقاومت اقوام شهید مراد بهرامیان اشاره می کنه و می نویسه مراد بهرامیان 3 دختر داشت. در اعتراضات سمیرون وقتی به خیابون اومد تا برای آینده فرزندانش آزادی رو فریاد کنه با گلوله مورد اصابت قرار گرفت و به شهادت رسید. برادرش فاضل بهرامیان و یکی از اقوامش به نام مهران بهرامیان به جرم اعتراض به قتل مراد در زندان محبوس هستند. و همچنین در توییت آخر کاربر دیگه ای از کارگر شهید بهمن جعفری در شیراز یاد کرده و می نویسه بهمن جعفری کارگر 28 ساله در اعتراضات آبان 98 در شیراز با 70 گلوله ساچمه‌ای جمهوری اسلامی کشته شد. پدرش از غم او سکته مغزی کرد و مدتی بعد از آن درگذشت. قسم به خشم رفیق، قسم به شوق
بله، قسم به خون شهیدان ایران زمین که نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم و نه میگذاریم که یاد و نام گلهای پرپر آزادی به خواست خامنه‌ای و جنایتکارانش به باد فراموشی سپرده شود. همونطور که مادران شجاع ما تصویر اونها رو با افتخار بر سینه دارند، ما هم عهد و پیمان داریم که عکس تمامی شهدا رو در روز آزادی بر در و دیوار شهر آویزون کنیم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.